بینندگان عزیز رادیو تلویزیون مانی، درود بر شما. بیژن افتخاری هستم و همراه دوست و همکار عزیزم جناب آقای بهشتی در خدمت شما هستیم. یکی دیگر از برنامه های بررسی رویدادهای هفته رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا سپاسگزارم از ابراز محبت شما عزیزان به این برنامه و از توجهی که به اون میکنید، به خصوص دوستانی که کامنت میگذارن در یوتیوب و یا ایمیل میفرستن و نقطه نظراتشون رو به ما میگن، بسیار ارزشمنده. و من زیاد وقت رو نمیخوام امروز بگیرم، اجازه بفرمایید یه جنبندی کلی میکنم از آنچه که تا امروز ما بررسی کردیم و بعد کلام رو به دست آقای بهشتی میسپرم. دوستان گرامی، ما آمدیم مطرح بررسی کنیم که چرا ظرف این 44 سال گذشته مخالفین نظام نتوانستند در مقابل نظام عرض اندام کنند صاف و پوسکنده، و چرا مخالفین نظام که حالا بعضی دوست دارن به عنوان اپوزیسیون ازشون نام ببرند، همواره دنبال روی حرکات مردم در داخل کشور، از خودشون نتوانستن حرکت خاصی رو ایجاد بکنن. مفهومش این نیست که هیچ کار نکردن، مفهومش این نیست که تلاشایی که میکنن بی ارزشه، نه حتما ارزش داره، ولی نتیجه نهایی و قایی به ما نداده تا امروز. آمدیم از جناب بهشتی پرسیدیم که دوست عزیز، شما چرا موضوع رو چگونه میبینیم؟ اشکال از کجاست؟ ایشون اومدن گفتن آقا یه سری مفاهیم برای ما درست باز نشده و بهش با نگاه منطقی برخورد نشده. گفتیم اونا چیست؟ گفت یک، خود اپوزیسیون. وقتی شما از اپوزیسیون صحبت میکنی ولی تعریف مشخصی نداری، نتیجتا هر کسی از ذهن خود شد یار من. هر کی میگه اپوزیسیون ولی منظورش یه چیز دیگه است. حتما یادتون هست اون شعر زیبای مولوی در مورد لمس کردن فیل در تاریکی، میگه هر کسی یکی دست مالید به پاش، گفت آقا این ستونه هستن، یکی دست زد به گوشش گفت نه آقا این باد بزنه، باد میزنه. هر کسی یه چیزی گفت چون تو تاریکی بود. وقتی که پنجره ها رو باز کردن دیدن نه بابا فیله، اصلا با تمام چیزا فرق میکرد. اپوزیسیون هم ایشون گفتن آقا اپوزیسیون یه تعریفی داره و خصوصیاتی داره. اپوزیسیون مجموعه است از افرادی که به صورت سازمان یافته در کنار هم یک گفتمان مشخصی رو برای جامعه مطرح میکنه یا ایدئال خودش رو برای جامعه توضیح میده، و این کار شخصی ممکنه باشه ولی به مرور زمان باید سازمان پیدا کنه. حالا اسمشو میذارن حزب، گروه، سازمان، هرچی. و از اون مهمتر این که باید امکانات مالی و مادی و معنوی داشته باشه که بتونه اهداف خودش رو به منصه ظهور بذاره. اگر چنین چیزی باشه میتواند اسم خودش رو بگذارد اپوزیسیون. پس اپوزیسیون باید دارای گفتمان مشخصی باشه که بخشی از جامعه رو به خودش جذب کنه. اما این کافی نیست، باید این کار رو از طریق سازمان انجام بده که بتونه این کار تقسیم کار بشه و گروه های مختلف در درون اون سازمان هر کدوم وظیفه خودشون رو انجام بدن، درست مثل یه شرکت. و از همه مهمتر اینه که شرکت بدون سرمایه یعنی کشک، بنابراین باید دنبال امکانات مالی باشه. بسیار خوب. گفت اگر این شد، اون وقته که اپوزیسیونی که گفتمانش مورد علاقه گروه A در ایرانه و اپوزیسیونی که گفتمانش مورد توجه گروه B هست و اپوزیسیونی که مورد توجه C هست، میتونن بنا به وزنی که دارن بگن آقا حالا موقعش ما یک آلترناتیو ایجاد کنیم در مقابل نظام.
و به این ترتیب بخش های مختلفی از جامعه به اون آلترناتیو توجه کنن. اون وقته که می توانیم مدعی باشیم برای نظام. بسیار خوب. بعد برای ما توضیح دادن که حالا اگر شما آلترناتیو شدید دو راه داره، یا اینکه می توانید با یه سری حرکات نظام رو به جایی برسونید که بگه آقا من تسلیمم، بیا ببینیم چی میگه. و چون این نظام به نظر نمیرسه که چنین ظرفیتی داشته باشه، بحث انقلاب مطرحه، بحث به زور بیرون کردن این مادون حیوانات مطرحه. که اون وقت بحث از انقلاب شد، ایشون گفتن که آها، حالا باید ببینیم انقلاب چیست، پدیده انقلاب چیست. انقلاباتی که در جهان اتفاق افتاده، به خصوص انقلاب های سالهای اخیر، دارای چه خصوصیاتی بوده. ما اگر اینها رو ندونیم نمیتونیم از توش یه راهکار برای خودمون در بیاریم. و اینجا بود که ایشان شروع کردن از تعریف انقلاب. در جلسه قبلی پدیده انقلاب رو برای ما توضیح دادن، به دلیل کم بوده وقت متوقف کردیم. ادامه اون بحث رو ما امروز در خدمت آقای دکتر بهشتی خواهیم داشت. جناب بهشتی عزیز خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم از قبول دعوت و میکروفون در اختیار شماست. بفرمایید. خواهش میکنم. درود به دکتر افتخاری عزیزم، خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم. بله، منم بدون فوتبق از همونجا که جلسه قبل رها کردیم، اگه امکان داره اجازه شیر کردن سفر رو به من بدید، از همونجا که رها کردیم ادامه میدم. این مسئله رو میبریم جلو که افرادی که این سلسله ویدیوها رو میبینن اون پیوستگی کلام درش رعایت بشه که ما از کجا داریم شروع میکنیم به تدریج، یعنی ویدیوها رو بتونن پشت سر هم ببینن و ببینن که ما میخوایم از کجا به کجا برسیم. من از همون جایی که دفعه قبل رها کردیم بحث رو ادامه میدم. ببینید، ما بحث رو اینجا رها کردیم که گفتیم امواج ضد انقلاب صادر میشه و برای این مسئله ما باید چاره اندیشی بکنیم. شانس پایین پیروزی انقلاب ها رو گفتیم و گفتیم باید از تاریخ درس بگیریم که اینجا ما یک سری عدد نباشیم، مثلا 30% جنبش ها پیروز میشوند، بدونیم پشت این درصد ها که حالت های باخت یا عدم پیروزی حاصل شده یه دلایلی وجود داره. مثلا اومدیم گفتیم امواج ضد انقلاب صادر میکنن کشورها، حتی کشورهایی که پرچم لیبرالیسم و دموکراسی رو در دنیا بلند کرد، اینها رو باید بدانیم. و وقتی که اینها رو روبرو کردم با مقامات آمریکایی، ببینید جملاتی به این ترتیب گفتش، گفت از فلان دیکتاتور بدنام چرا حمایت کردی؟ گفت به خاطر اینکه مادرش خطاکاره، ولی مادر خطاکار خودمونه. این واقعیت خشن رو بدانیم و نسبت به این آماده باشیم. بنابراین من از اینجا ادامه میدم. بعد گفتیم علاوه بر امواج سرکوب، چه داخلی و چه بین‌المللی که دستگاه‌های ماشین سرکوب اینو اعمال میکنه، که توضیح دادیم در جلسه قبل که از هر دو تا موج داخلی و بین‌المللی هم میاد، یه سری مقاومت‌ها غیر مستقیمه در قالب عدم همکاری ها با انقلاب ها اتفاق میفته که اینا از بدنه تکنوکراسی صادر میشن و باید اینها رو جدی گرفت، باید این منافع اینها رو دید. و این پاراگراف رو من عمدن بزرگ کردم که اگر ما نمیرسیم توضیح بدیم، افراد برن و درون این رو بخونن که ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم. حالا از این بر میایم یه گام میریم جلوتر. گفتیم که ما انقلاب وقتی میخوایم انجام بدیم، چند سری آدما میان بیرون. سری که اول میان بیرون اسمش هست جنبش پیشاهنگی و اینها معمولا با آرمان میان، اینها سزاوارترین افراد هستن، اینها هزینه های نهایی رو میدن، اینها خطشکن هستن، طلایه‌داران هستن و چون میخوان برن جلوی گلوله، یک آرمان بلند انسانی دارن و آنچنان این آرمان بلند میشه که انقلاب حتی در زادگاه خودش نمیمونه و پس از پیروزی صادر میشه و در حین زمانی که داره کار میکنه آنچنان این مفاهیم عظیم هستن که ماهیت بین‌المللی پیدا میکنه و میتونیم حمایت بین‌المللی بگیریم. مثلا بردگان در هائیتی با ارتباط گرفتن با انقلابیونی که در فرانسه پیروز شده بودن داشتن کارهای رو جلو میبردن. این اتفاقات بسیار افتاده و اینقدر این مسائل میره جلو، اینقدر چکش میخوره، اینقدر زیبایی ها در این گفتمان ها هست که
اصلا میخوام بگم ما دوباره میخوایم متولد بشیم. بعد اینو گفتم در جنبش پیشاهنگی، اومدیم جلوتر دیدیم هم نظم بین‌المللی حالت چسبندگی داره و چغره و نمیشه تکونش داد، باید باش بری یه حالت دلالی، یه حالت چه میدونم میانجیگری، بگی حالا شما خیلی ناراحت نشید. یعنی عملگرایی سیاسی ما رو یه مقداری دمپ میکنه، یه مقداری جلومونو میگیره. این شروع تاریخ از سال صفر محقق نمیشه. بعد داخل نظام هم گفتیم نه، تو دستگاه امنیتی و ماشین سرکوب رو هم دیسمنتل نمیکنن، کلا پیچ مهره‌هاش رو باز نمیکنن، رأسش آدمای بسیار جنایتکار و بسیار وابسته به رژیم رو حذف میکنن. حالا یا به هر طریقی، من نمیخوام وارد این که حذف کردن چجوری، کشتن، بازنشسته کردن اجباریه، اردوگاه کار اجباریه، اینو وارد نمیشیم، ولی بقیه بدنه رو حفظ میکنه و حتی تقویت میکنه، چون نهال پس از انقلاب ضعیفه و نمیشه همچین حرفهایی رو زد. بعد بدنه تکنوکراسی رو در پاراگراف بالا من توضیح دادم. بعد میبینی خب و چی موند؟ یه نظم بین‌المللی که اونو که نمیتونی متحول کنی، یه بدنه تکنوکراسی که گرفتاری زیاد داری، یه ماشین سرکوبه که میکشتت اونم که نمیتونی جابجا بکنی. پس به یک بار متوجه میشیم که انقلاب برخلاف آرزوی اولیش شروع تاریخ از سال صفر نیست، بلکه انقلاب های پیروز مجبور میشن نظام حاکم المللی و نظم حاکم داخلی و بسیاری از عناصر رژیم قبلی رو بدون تغییر جدی نگه دارن. این نه خوبه نه بده، نه الان باید خوشحال شیم نه خیلی باید ناراحت شیم. این بهش میگن عملگرایی سیاسی. اون آرمان گذاشتن برای جنبش پیشاهنگی لازمه، در عین حال اتاق فکری که داره انقلاب رو طراحی میکنه اینا رو هم میفهمه. ببینید اینا لزوما بد نیستن. شما مثلا یه خبر خوب میدی به کی؟ به عناصر ماشین سرکوب که میخوام بهت بپیوندن. بهش میگی میدونستی در تاریخ انقلاب ها هیچ انقلاب پیروزی نبوده که همه رو بزنه بکشه؟ به دستگاه تکنوکراسی میگی، به مدیران میانی دولتی میگی. درسته اون جنبش پیشاهنگی میخواست تاریخ از سال صفر آغاز بکنه و الان ناراحته، ولی باید دوباره خوشحال باشه که این شانس پیروزی منو میبره بالا. به نظم موجود میگم آقای مدیر میانی، میدونستی هیچ انقلابی نیست که کلا شخ بزنه شما رو، مثلا بگه همه بچهای کارخونه برق رو میفرستیم بیرون، فقط کارگراش رو نگه میداریم. پس به شما یک قدرت چانه زنی میده که با ایستادن روی تجارب انقلاب پیروز گذشته بگی رفیق جان، این چیزهایی که رژیم دستگاه اطلاعاتی تو رو میترسونه که همه رو اینا میخوان بزنن و بکشن، و اصلا هیچ انقلابی این کارا رو نمیکنه. پس از اینجا شما عملگرایی انقلابی رو باید بیاری کنار اون آرمان خواهی اولیه که ما بحث رو با اون بحث های پرتمطراق بسیار هم زیبا و انسانی شروع کردیم، ولی وقتی میخوایم بریم تو پدیده عشق آسان نمود، اول افتاد مشکل. حالا داریم توضیح میدیم که این مشکل ها دو لبه دارن. یه لبه جنبش پیشاهنگی و آرمان خواه رو یه مقداری میگه من میخواستم از سالش صفر شروع کنم تاریخ بشر رو، همش بی‌عدالتی بوده و نادرستی بوده. درسته این مقدار شما دمپ میشه، روحیت میاد پایین، در این حال دوباره خوشحال میشی، میگی حالا قدرت چانه زنی براساس عملگرای سیاسی دارم با لایه هایی که با من همراه نمیشدن، ظرفیت انقلابیون برای زیر رو کردن نظم ریشه دار عادت ها و رویه های گذشته محدوده. اینا رو باید بدونیم. به یک باره وقتی انقلاب میشه همه چی زیر و زبر نمیشه. تجربهش هم به تدریج میگم دیگه. انقلاب بسیار رادیکال فرانسه نتونست آرمان هاشو محقق کنه. 26 سال پس از حمله به قلعه باستیل و کاخ ورسای، این دوتا نمادین ترین تهاجم هایی بودن که بسیار هم خونبار بودن که انقلاب فرانسه رو رقم زدن. بوربون ها دوباره به قدرت برگشتن، اینا بخشی از طبقه بالا بودن و امتیازهای ویژه طبقه بالا احیا شد. تا پایان نیمه اول قرن 19 وضع ادامه یافت. این انقلاب فرانسه است که شما فقط بزنید روی یوتیوب French Revolution Documentary، اصلا نمیخوادم زبان انگلیسی بلد باشی، فقط تصاویر رو نگاه کن، در خون متولد شده، رادیکالیسم بسیار بالا داشته. دیگه بالاتر از انقلاب فرانسه من نمیدونم باید چی بگیم. مثلا بگیم انقلاب چی؟ آخوندار رو ذره ذره تکه تکه کردن، ذره ذره کشتنه، چون اینجور خشم و عصیان انقلابی بالا زده بود. بنابراین اینها هم نتونستن. دونستن اینا برای چی خوبه؟ اون آرمانگرایی رو با عملگرایی سیاسی قاطی میکنی، از دل این عملگرای سیاسی به برخی از مدیران میانی و تکنوکرات ها و حتی دستگاه ماشین سرکوب که میخوای به جذب بشه دیگه. انقلاب کی پیروز میشه؟ زمانی که ماشین سرکوب فرو میریزه. من دارم به شما تاریخ رو میگم، میگم هیچ تاریخی نیومد که همشونو بکشه. پس به شما یه سری استدلال ها میدم که با اینها گفتمان بسازی. نمیگم الان زنگ بزن آقای سپاهی حالت خوبه میشه ریزش کنی، این نه، شما یک گفتمان داری در بستر انقلاب حوادثی پیش میاد که بعد میتونی اینا رو باعث ریزششون بشی. به رغم ادعای ایجاد یک نظم نوین، بسیاری از عادت ها و نهادهای رژیم قبلی در رژیم جدید ادامه یافتند. در همه انقلابای بزرگ، چین، فرانسه، ایران، روسیه، کوبا، هائیتی، این ببین حالا این مسائلی که من اینجا برای شما میخونم، هر کدوم از این پاراگراف ها مثلا زیرش 10 تا رفرنس داره. مثلا اون کتاب مربوطه رو باز بکنم که اینو از کجا کشیدم بیرون، بعد اون کتاب مربوطه مثلا رفرنس هاش کجا. اگرم دیدم تو کامنت ها مثلا زیر ویدیو ها کسی براش سوال شد، مثلا از روی این مثلا یه لحظه میبرم روی
رفرنس های انگلیسی که شما مثلا این رو ببینید. بلاز همه الان من لازم این کارو بکنم که دوستانی که مثلا براشون سوالی که تو مثلا این حرفا رو که میزنی از خودت میگی، از کجا میگی؟ مثلا این بخشی از یک کتابی هست به نام Revolutionary Outcomes Anatomies of Revolution. ببین هر چه که میگه اولا خود کتاب مال دانشگاه کمبریج، هر چه نویسنده میگه اینجا پشتش سری رفرنس ها میاد، یک دو سه توجه میکنید. یا مثلا پایان هر بخشی از کتاب که شما میری مجموعه ای از رفرنس ها رو ما اینجا داریم که مثلا در چیستی انقلاب ها ما مدام حرف بدون رفرنس، مثلا یه جمله مثلا اینجا میگه سری رفرنس رو میزنه، میزنم رو رفرنس ببینم بر چه اساس داره میگه، اینجا یه پاراگراف توضیح میده از کجا این پژوهش در اومده، توجه میکنید؟ یا بقیه دونه دونه این پاراگراف هایی که بحث میشه به اینا میگن کتاب های تکست بوک. کتاب تکست بود که کتابی نیستش که مثلا من بیام بگم که بچه من گوشه اتاق میشستم خیلی فکر کردم یه سری دستاورده دارم که بعد حالا تا بیای اینو بگی 10 تا روشنفکر گردن کلوف میام زیرا به بحثتو میذارم میفهمیم بحثت خام بوده. این بحث هایی که من دارم خدمت شما ارائه میدم از جنس بحث های خام نیست، اینا بحث های چکش خورده تکست بوکی هستش. هر پاراگراف که شما اینجا ببینید مثلا ممکنه چکیده چه میدونم 5 صفحه از یک پژوهش جدی باشه که من اینجا به خدمت شما میگم که پدیده انقلاب رو بشناسید. مشکل دیگه ای که پیش میاد به معنی که انقلابا پیروز میشن اینه که بخش‌های از کشور شورشی میشه. چرا؟ برمیگردیم به تعریف انقلاب. انقلاب یعنی یک نظم بد رو در هم میشکنیم، وارد یک بی‌نظمی نسبی میشیم، از دل اون بی‌نظمی نسبی نظم نوین و مطلوب رو میخوایم استخراج کنیم. پس وقتی حکومت قبلی رو میندازی یک حالت بی‌نظمی نسبی میشه، مثل ویروسی که تو بدن تا حالا ساکت بوده، به معنی که بدن ضعیف میشه یهو بیمارت میکنه اون ویروس، همشون اذیت میکنن. هر کسی که بحث های تو سر... یعنی تمناهای محقق نشده ای داره اونجا میاد بروز میده. سیاست همینه، سیاست هیچ گونه تعارف و اینا بر اساس علم ثروت و قدرته. قدرت قاهره مرکزی تخریب شده، افراد مثلا کسایی که میگن فدرالیسم بهشون ندی ممکنه سلاح به دست بگیرن، ناراحت کننده است، اشکال خیلی زیاد نداره، اشکال داره ولی تا درس تاریخه. از ضعف دولت تازه تأسیس جدید استفاده میکنن، برخی خواسته های قدیمی و محقق نشده خود را، سرخوردگی های تاریخیشون رو همه میان پیگیری میکنن. انقلاب فرانسه سالها طول کشید چون مقاومت هایی از بخش های مختلف بدنه رژیم قبلی و شورش هایی در بخش های مختلف جغرافیای فرانسه مدام اتفاق میافتاد. بولشویک ها در روسیه وقتی انقلاب پیروز شد رفتن تو جنگ داخلی سالها، حالا بعدا تعداد سالش هم به شما میگم که چه تعداد میلیونی هم کشته، فکر کنم جلسات قبل اشاره کردم، اگرم نه اشاره نکنم تو تکست هستش براتون میگم. در چین 3 دهه جنگ بود. پس من خدمت شما میخوام اینو بگم انقلاب ایران هم همینطور بود، بخشی از کشور شورشی میشدن، کاری ندارم به حقانیت و حق نداشتن آخوندا، حق داشتن قسمت های شورشی حق نداشتن. وقتی رژیم مرکزی رو شما میندازی یک بی‌نظمی نسبی وجود میاد، سرخوردگی های تاریخشون رو پیگیری میکنن، بهشون ندی دست به سلاح میبرن یا شورش میکنن. بنابراین باید بدانید که اینها کسانی که مثلا الان در تئوری مثلا تو فدرالیسم اصلا هر چی ما میگیم قبول نمیکنن، میگیم آقا فدرالیسم ربطی به جغرافیای ایران نداره، مال آمریکاست، تکه های جدا از هم بوده، هیچ کشور عاقلی نمیاد خودشو یهو بشکونه بگه من اول تجزیهشم بعد با فدرال بچسبم به هم. میبینی در تئوری طرف قبول نمیکنه، بدون وقتی نظام فعلی سقوط کرد یه ممکنه یه دوره جنگ داخلی با اونا داری، اگه میخوای جلوشو بگیری اصلا بلا به لحاظ گفتمانی باید با هم کنار بیایید، وگرنه زمانی که بدن ضعیف شد اون ویروس سریع فعال میشه. اینا نکات اساسیه که شما اون اهمیت این گفتمان سازی ها رو که من مدام میگم خرد جنبش ها هر کدوم گفتمان های متفاوت دارن، باید اینا رو باشون ائتلاف کنی، جذب بکنی، یک نظم و نسق، یک وحدت فرماندهی نسبی، یه همسرنوشتی، یک چشم انداز مشترکی رو بهش برسیم، چون اینا میشه، اینا درس تاریخ و مدام هم تکرار شده. حالا اگرم نمیشه کامل جلوشو گرفت ولی باعث ریسکش اوورد پایین. اینا در برخلاف اون گفتمان های ویترینی و پوپولیستی که به شما میگن اصلا انقلابش ریسکی نداره، آقا ریسک اصلا صفر، هیچ ریسکی نداره. واقعیت اینه که انقلاب یک پروسس بسیار قامز، بسیار حالت گسترده و غیر قابل مدیریت داره و این ریسک ها انواع و اقسامش هست، ولی برای مدیریتش هم راهکار هست. با توجه به مقاومت های جدی داخلی بنامه در برای رژیم تازه تأسیس و ضعیف پس از انقلاب، این یک استثنا نیست که رژیم جدید پس از یک دوره کوتاه استبدادی بشود، بلکه یک نرم است. من در بالا آماری دادم، گفتم که 25% نظام ها اینجا، 25% انقلاب های پیروز میرن به سمت نظم دموکراتیک. چرا اینجوریه؟ آدم های بدیان، مردم گیجن؟ نه، ببینید دینامیزم های اتفاق میفته
که برای مقابله با اون دینامیزم ها، مثلا امواج ضد انقلاب بین‌المللی صادر میشه، آمریکا، شوروی، چین، اینا منافع دارن، یه کارایی میکنن، خرابکاریایی میکنن، در داخلی که میخواد تجزیه شه، اونوری که میخواد مثلا شورشی بشه. ها اینها چون نظام پس از انقلاب یک نهال نوپا هستش، اول معتدلین میان اون آرمان رو میخوان محقق کنن، بعد که همش میبینن داره از دست میره سیستم، امواج ضد انقلاب داره میاد، یه چماق یه نفری بلند میشه که این تون راه میگه ما این همه خون دادیم لام ثبات و انقلاب کردیم، چماقو میکشه. پس اینی که استبدادی میشن نرمه، نه اینکه یه چیز خدعه شده مثلا بچه ها بد شانسی آوردیم، نه برعکس این درسته، اکثر انقلاب ها حالا دوباره ما بیچاره ایم، قربانی هستیم دوباره. نه اگه این دینامیزم ها رو بشناسی از قبل براش فکر بکنی، چون تو روز حادثه دیره ها، تو روز حادثه بپری وسط بیا بگی بچه ها من یه سری پیشنهادات دارم بیایید با هم خوب باشیم، کار نمیکنه. از قبل باید گفتمان سازی ها رو بکنی، ارتباط ارگانیک رو ایجاد بکنی، چشم انداز مشترک رو بیاری، تعهد رو بگیری، از تعهد در فضای پابلیک رو بین اینا بهش میگن ائتلاف سازی دیگه، بین نیروهای ناهمگون باید ائتلاف سازی بکنی، وگرنه میشه اینی که میبینی این همه خون میدی، جون میدی، جمهوری اسلامی میندازی، یه دیکتاتوری مثلا نظامی بلند میشه، تأسیس میشه. یعنی اینایی که شما میبینی مثلا این طرف اون طرف میگن آقا انقلاب مثلا ریسک نداره، نه تجزیه میشه، نه جنگ داخلی میشه، نه دلش استبداد بیرون میاد. آمار من میذارم جلو شما میبینید تا دلت بخواد ریسک داره، و این به این معنی که ما یه دنیا کار داریم که اون ریسک ها رو کاهش بدیم، بهش میگن ریسک میتیگیشن. بنابراین انقلاب ها این نکته خیلی جالبیه، ما دو تا مفهوم داریم. وقتی که انقلابیون پیشاهنگی میگن به ازای آرمان شهر باید بریم و جلوی گلوله قرار بگیریم برای یک فردای بهتر، افرادی که میخوان در کشور اتفاقی نیفته یک ویران شهر رو تصویر میکنن. مثلا شما در شبکه کلاب هاست ما یه سری اتاق ها زده میشه برای انقلاب، یه سری اتاق ها نیروهای ارزشی میزنن، اونا ویران شهر رو تصویر میکنن، آقا همتون رو میکشن، اصلا پیروز نمیشید، اگه پیروز بشین اینا فاشیستن، تجزیه میشه، جنگ داخلی میشه. میگه ویران شهر، میگه جنبش انقلابی شما ویران شهر میده. تاریخ به ما چی میگه؟ هیچ کدوم از اینا محقق نمیشه. اون آرمان شهر به دلایلی که من شمردم و کسانی که جلسات رو پیگیرن و میتونن برگردن از روی یوتیوب جلسات قبل رو ببینن، آرمان شهر به تام محقق نمیشه، کم و زیاد داره. ما انقلابایی داریم که دستاوردهای درخشان و چشمی داشتن، هرچند اونا هم به اون نتایج حد اکثرشون نرسیدن، انقلابایی هم داشتن که با وعده بهش جهنم خلق کردن. بنابراین آرمان شهر محقق نمیشه. از اونور ویران شهری هم که اینا میگن که آقا همه رو میکشن، دیدی که نمیشه، حتی شما ماشین سرکوب رو نمیایی که کلا همه رو بکشی، فاشیست بشی و چه و چه، اون ویران شهر هم محقق نمیشه. پس حواسمون باشه هر دو گفتمان نهایتا محقق نمیشن. برخی مردم رو میترسون از اینکه داری به سمت دیستوپیا در برخلاف یوتوپیا به سمت ویران شهر میری، با وجودی که انقلاب ها تاریخ رو از نو آغاز نمیکنن، ولی پاورقی تاریخ هم نیستن. اینم تو جلسات قبل توضیح دادیم، درسته که یک مشکلاتی در عملگرایی سیاسی است و انقلاب اون آرمانش رو محقق نمیکنه، ولی دوباره یادمون نره دستاوردهای عظیم بشری مهمتریناشون نتایج مستقیم یا غیر مستقیم همین انقلابا هستن که میگیم به اون آرمان شهرشون نمیرسن. چون به آرمان شهر نمیرسن معنیش این نیست که خروجی های مثبت ندادن، اینا اثری عمیق بر تاریخ بشر گذاشتن، پس پاورقی تاریخ نیستن. شناختن این نکات باعث میشه شما به تدریج از اون جنبش پیشاهنگی که من شروع کردم و آرمان خواهیاش بیای برسی به عملگرایی سیاسی. بسیاری از انقلابیون موفق بر وجه بین‌المللی انقلابشون تأکید کردند. لوورچر در هایتی اینجوری بحث و مطرح میکرد، زمانی که خبر رسید که فرانسه انقلاب بزرگی کرده با آرمانهای بلند، لوورچر یکی از بردگان هاییتیه، میگه هاییتی نمیتواند این راه را تنها برود، جنبش آزادی بردگانه، سرمایه سیاسی و آبرو خودش رو خرج میکنه که با بخشی از انقلابیون فرانسه ارتباط بگیره. یه بدشانسی جزئی به وجود میاد، خود انقلاب فرانسه معکوس میشه، ناپلئون چماقو در میاره و اینجا باعث میشه که برگرده دوباره هایتی رو تصرف کنه. شما نگاه کنید چجوری قضیه میره جلو، در فرانسه انقلاب میشه، هایتی جنبشی میشه، در فرانسه انقلاب معکوس میشه، امپراتوری ناپلئون شروع میشه، در جنبش در هایتی خفه میکنن. میخوام اینو به شما بگم که نظم بین الملل و عوض شدن این دینامیز ها حالا میریم جلوتر تو موقعیت انقلابی و استراتژی های سرنگونی، شما میبینید این چقدر پررنگه. الان شما اینا رو تو ذهنت باید داشته باشی که این دینامیزم ها چه میزان مهمن، بعد این دینامیزم ها رو باید فرموله کنی استفاده بکنی. وقتی ناپلئون دستورات هایتی مجددا تصرف بشه، با این حال ارتباطی مهم بین تلاش های انقلابی و ابعاد بین‌المللی فرآیندهای انقلاب وجود دارد. قدرت های جهانی منافعی دارند که در نظم موجود تأمین می شود. توجه کنید
قدرت اصلا اسمش چیه؟ قدرت های جهانی. چون قدرت داشتن یه نظمی مستقر کردن که به نفع جیبشون باشه، به همین سادگی. مگر اینکه شما بگید دیوانه، که دیوانه نداریم تو عرصه سیاست. انقلاب میخواد نظم بین المللی رو به هم بزنه. قدرت های جهانی خیلی با این موافق نیستن. مثلا در هائیتی شما شدی مستعمره فرانسه، بردهداری اونجا رو انداخته دیگه، نمیذاره تو انقلاب بکنی، بسیار هم قدرتمنده، ولی در فرانسه انقلابی میشه، پنجره فرصت باز میشه برای هائیتی، نظم بین الملل داره عوض میشه. اینجا فرصتی است که اینها انقلابی بشن. بنابراین باید اینها رو بسیار بهش دقت بکنی که نظم بین الملل به سود قدرت هاست، انقلاب بازی به هم زنه از یک نظمی که داره به نفع جیبشونه میخواد ببره به سمت یک بی‌نظمی که مصریه. بهار عربی یادتون بیاد، انقلابای روشنفکری، انقلاب اروپای شرقی، انقلاب مصریه، تو زادگاه خودش نمیمونه. پس قرار نظم بین الملل، هائیتی خودش مصری بود، اصلا اینا قرار نیست تو کشور. پس نیروهای بین المللی میان میگن ما دیوانه این بذاریم میام چیزی بشود. حالا اینجا پایان داستان نیست، تو شروع کنشگریه. مثلا نظام سرمایه‌داری دوره به زمان حاکمه، بخشهایی از جهان کمونیستی هستند، بخشهایی از جهان با نجات پرستی دارن هژمون میکنن، بخشهایی از جهان استیلای دین هست، مثل چیزی که در جمهوری اسلامی هست یا در قرون وسطا بود، یا استبداد مثلا مردم برده کردن، از اون نظم بردگان دارن سود میبرن. وقتی میری به سمت انقلاب یعنی داری این بازی رو به هم میزنی. و جنبش انقلابی به دلیل ماهیت آزادی خواهانش اثری سوء بر این نظم داره. اصلا گفتیم انقلاب یه حالتی داره که پروژه نیست، بلکه یک پروسس دیگه. خیلی هم عدم قطعیت داره. عدم قطعیت چیزیه که قدرت جهانش بیزارن، میگه من کلی خرج کردم، چکل چیزم، یه نظمی که به نفع جیب منه، میخوای یه انقلاب مصری را بندازی، من بیچارم بکنی که معلوم نیست کی جمع بشه و جنگ داخلی و کوفت و اینا. من اگه اجازه بدی میخوام زیرا به انقلاب بزنم. پس دینامیسماشو بشناسیم. به علاوه اکثر انقلاب ها وارد مرحله صدور خود میشوند و در محدود جغرافیای زادگاهشان باقی نمیمانند. حتی روشنفکران اصلی نظری انقلاب ها حالا نه تنها مشکل در اینیه که راست میگن انقلاب مصریه، بلکه اصلا روشنفکران اصلی انقلاب ها مثلا گفته بودن باید مصری باشه. مثلا مارکس و انگلس میگفتن که کمونیسم نباید در یک کشور باقی بمونه. چرا؟ چون اگه فقط مثلا شوروی کمونیستی بشه، نظام امپریالیسم بین الملل میاد زیرا به ماها رو میزنه. پس ما وقتی یک کشور گرفتیم بس صادر کنیم همه دنیا رو کمونیستی بکنیم. حتی تئوریسیناشون اینطوری میگفتن. بعدها لنین که کنشگری هستش، البته کنشگر روشنفکره، روشنفکر کنشگره، لنین فقط چیز نیستش، کنشگر و انقلابی نیست، یک نظریه درست کرد به نام طبقه جهانی. گفت این طبقه کارگر اصلا مربوط به شوروی نیستش، یه طبقه جهانی، حزب جهانی و یک حزب جهانی انقلابی رو ایجاد کرد. بعدها رفت به سمت صدور انقلاب دیگه. در سال 1968 تظاهر کنندگان، ببین حالا یه نکته دیگه در مورد ماهیت انقلابی، ماهیت جهانی انقلاب هاست. دیدید مثلا تو ایران مثلا میگه آقا انقلاب ما میدونی چیه؟ در تاریخ مثال نداشته. بهش میگم چرا؟ میگه شهرهای مختلف دارن هم دیگه صدا میکنن. بهش میگم آقای محترم میدونستی در تاریخ پای تخت های کشورهای بی ربط هم دیگه صدا زدن؟ پدیده انقلاب آنچنان نیرومند بوده، اون جنبش پیشاهنگی و اون آرمان های بشری آنچنان قوی بودن که ببینید که شعارها در پایتخت های اروپایی سال 1960 ببینید چیه؟ پاریس، لندن، روم، برلین، می جنگیم، پیروزیم. این عینه، حالا ترجمهش این ماشم واسه هست بکنم، میگه می جنگیم پیروزیم. پایتخت ها هم دیگه رو صدا کردن و میگفتن مثل همون که مثلا از کردستان تا تهران جانم فدای ایران. چه گوارا چجوری انقلابش تعریف کرده؟ گفته که من یک پیام میخوام بدم به مردم جهان. دست نمیشه چه گوارا اینجوری پیامی مردم جهان، آنچه بر سر آن میجنگیم سرنوشت بشریت است. ببین چقدر پیام بزرگه، چون میدونن که انقلاب در نظم بین المللی تعریف میشه، در همون نظم بالنده میشه یا به محاق میره. بنابراین این نکات رو بایستی در نظر بگیریم که انقلاب ها چنین ماهیتی رو همواره داشتن. اگر به این سمت نریم، مثلا انقلاب تو نطفه احتمال زیاد خفه میشه. جنبش های انقلابی بزرگ قوانین معمول نظم جهانی رو در هم می‌نوردن. احترام قوانین بین المللی، عدم دخالت ورزی، رفتار دیپلماتیک، همین رو پشت سر می‌ذارن. دلیل اینه که گفتیم قدرت های جهانی امواج ضد انقلاب صادر میکنن چیه؟ انقلاب چیز نظم عادی نیست، مثلا رفت خلاف رفتار دموکراتیکی که من مثلا انقلابمو صادر کنم براش مهم نیست اصلا که این رفتار. طرف انقلابی دیپلمات که نیست. یکی از افتخارات آقای خامنه‌ای یادتون باشه، یادتونه تو تحولات برجام گفت من انقلابی ام، دیپلمات نیستم. اون نمد بگه اون نظام مستقر، اون از نادانیشه. جنبشی که میخواد بره به سمت انقلاب داریم صحبت میکنیم. آرمان شهری جهانی و کوششی بزرگ بر علیه ظلم را فریاد میزند انقلاب. حتی مثلا خمینی میگفت مستضعفین جهان متحد شوید. اینا میخوان برن به این سمتی که بی خود نیست قدرت ها،
انواع ضد انقلاب صادر میکنن، مثل آمریکا، مثل شوروی، مثل چین. دلیلش ایناست که اینجا داریم میبینید انقلاب ها نه تنها جریان آزاد تجارت را مختل میکنند، بلکه اتحادهای بین‌المللی رو باز تعریف میکنند. مثلا فکر کنید ما در ایران انقلاب بشه، منافع چین و روسیه نابود میشه. یعنی میفهمه تا بیخش این نظام ها وابستن، اصلا اتحادهای منطقه‌ای و بین‌المللی رو باز تعریف میکنند و این نظم مستقر رو مختل میکنه. به عنوان مثال انقلاب بولشویک، مثلا اثر عظیم انقلاب بولشویکی رو شما نگاه بکن. انقلاب بولشویکی روسیه قوای نظامی روس رو از جنگ اول فراخواند، جنگ جهانی اول. بعد در 1920 رب لهستان رو تجاوز کرد. چرا لهستان تجاوز کرد؟ دیدی مارکس میگفت که جنبش های کمونیستی فقط در یک کشور نباید بمونن. دیدی لنین فرموله کرد ما یه حزب جهانی هستیم. بعد از تئوری عمل میاد، رفتن عمل کردن. و انقلاب و از انقلابیون کمونیست و از انقلابیون کمونیست بس اینجا من چون اینا رو خودم تایپ میکنم مدام درشون اشکال وجود داره، این کمونیسته، از انقلابیون کمونیست و سوسیالیست در آلمان هم حمایت کرد، در اسپانیا در فاصله فلان و فلان از جنگ داخلیشون حمایت کرد و در اواخر دهه چهلم در اواخر دهه چهل کمک کرد تا دولت های سوسیالیست زیادی در اروپا و آسیا ایجاد شوند. یه سری ها رو مستقیم رفت لشکر کشید، یه سری ها از تئوریشون پیروی کردن، از ایدئولوژیشون کمک لوجستیک و پول و سلاح داد که ببرن انقلاباشون رو پیروز کنن. چرا میخواست این کارو بکنه؟ نظم جهانی رو از نظام سرمایه‌داری میخواست عوض بکنه، بکنه نظام کمونیستی. شما داری متوجه میشی که انقلاب چیست و چرا این پدیده بین‌المللیه؟ در برابر این اتحاد از اون ور یه ائتلاف بزرگ ضد انقلاب به وجود میاد به رهبری امریکا. اینا سرنوشت تعیین میکنن و اروپای شرقی واستاف هاول و لخوالسا و اینا برای این آزاد شدن که آمریکا پشت سرشون بود. اینو شما باید بفهمی. امروز هم برای انقلاب ایران این بازی تموم نشده. قدرت ها منافع دارن، باید بشناسی. مثلا جنگ اوکراین، جنگی که چین داره، منافعشون با ایران، روابط متقابل، عربستان چی میگه. تا اینا رو نفهمی، اگه نظم بین‌المللی درست انقلابات رو پوزیشن نکنی، جا ندی تو اون نظم، به منافع نبینی، یا بالاخره اینا رو مدیریت نکنی، کار جلو نمیره. انقلاب های بزرگ مانند انقلاب هایتی، فرانسه، چین، کوبا، ایران و روسیه اعتبار نظم موجود را به چالش کشیدند و اعتبار اعمال قدرت های جهان را زیر سوال بردند. این کار طبیعتا پاسخ جدی قدرت ها را برای حفظ منافعشون به دنبال داشت. بنابراین آمریکا از انقلاب های ضد کمونیستی سال 1980 اروپای شرقی و مرکزی حمایت جدی کرد. این دلیلی که می‌بینید به سرعت اروپای شرقی آزاد میشه. دلیل آزاد شدن اروپای شرقی اینه که در جنگ سرد آمریکا داداش بزرگشون که شوروی باشه رو عقب میزنه، حمایت مالی و لوجستیکی و نظامی میذاره، حالا نظامی بعضی وقتا زیرزمینیه، از اون قدرت ها میذاره، از مثلا لخوالسا و واسافاول و دیگران. اینه که باعث انقلاب میشه، وگرنه اینا میرفتن در زمره انقلاب هایی که میگفتن یه سری آزادی خواهی بودن که گرفتن آویزون کردن تموم شد. اینا نکات اساسیه، اینا رو باید دقت بکنی. چرا؟ چون انقلابیون پیروز اغراق میکنن. من حالا اگر راستش به شما بخوام بگم دروغ میگن، نقش خودشونو فراتر از آن چیزی که هست توضیح میدن. نقش واقعی اینه که تو آره یه کارایی کردی، ولی یه سری فاکتورها بود که اونا بسیار عظیم بود، بهش میگن فاکتورهای فراساختاری که از کنترل انقلابیون خارجه، مثل همین دعوای جنگ سرد دو قطب جهانی، سوپر پاور، دو ابرقدرت. اگر تو توی اون بازی کارات قرار نمی گرفت به محاق می رفتی، همونجوری که آمریکا به راحتی آزادی خواهان مثلا در نقاط مختلف جهان می رفت می کشت. اجازه میداد یا مستقیم می کشت، یا پول میداد یا سلاح میداد، از ننگین ترین دیکتاتوران حمایت میکرد. پس خیال نکن شما مثلا سوپرمنی که انقلاب پیروز شده، چون انقلابیون میگن تاریخ رو پیروز طرف پیروز می نویسه دیگه، تو نقش خودشون اغراق میکنن. شما الان نمیخ تو موقعیت نیستی که بخوای خالی بندی کنی، شما تو موقعیت واقعی هستی که میخوای انقلاب بکنی. باید بدونی که این نظم بین الملل سرنوشت ساز هستش. بسیاری از انقلاب های کمونیستی و سوسیالیستی در جاهای دیگر جهان مستقیم و غیر مستقیم آمریکا میره اینا رو سرکوب میکنه. بنابراین این بستر جنگ سرد هست که در اون دوره‌ای که وجود داره سرنوشت کشورهایی که قدرت هژمون ندارن رو تا حد زیادی تعیین میکنه. خب ما به یه بحث بسیار مهمی رسیدیم بنام گرامی، و من میخوام خواهش کنم اینجا نگرش دارید یه ذره در مورد صحبت کنیم یا بیشتر توضیح بدیم، در دقیقا من بیشتر متوجه بشم. پس این که آقا اینا که تو خارج از کشورن دور هم جمع بشن یک اپوزیسیون باحال درست کنن منشورم بدن، این بیشتر مثل که بازی ما داریم انجام میدیم.
انقلاب یه چیز دیگه است، یه داستان دیگه است. اول اینکه واقعا باید یک آلترناتیو موجود باشه، به وجود بیاد، و این آلترناتیو از دل همکاری اپوزیسیون های گوناگون به وجود بیاد. تازه این آلترناتیو باید موقعیت رو درست تشخیص بده، به کجا میخواد بره و تو مسیری که قراره بره چه مشکلاتی پیش روش هست. شما الان دو سه موردش رو گفت، یکی این که مقاومت های در درون خود سیستم که ممکنه مدیران میانی رو رفتار شما خیلی محکمتر به حکومت بچسبونه یا احیانا از حکومت جداش کنه. این خودش یک پالیسی یا یک خط و مشی. بحث بعدی بحث قدرت های خارجی است. ما خیلی کلی میگیم که شاه شروع کرد به آمریکایی‌ها و به چشم آبیا بد و بیرا گفتن، ترتیبش رو دادن. خب ما به ازای اینکه یک متحد قدیمی و قدرتمند خودشونو برداشتن، چی آوردن گذاشتن و چرا الان منافع جدیدی برای اینا تعریف شد؟ چرا موافقت کردن در گوادلوب که شاه برود و یک دیوانه به نام خمینی بیاید؟ قرار بود چه منافع بیشتری حاصل بشود؟ اینها رو باید باز کنید. و از اون مهمتر، خیلی خب آقا این رژیم میخواد بره، واسه من آمریکایی، واسه من اروپایی، واسه من چینی، واسه من روسی چی داره؟ قرار کجا به هم بریزه منافعی که من الان 44 ساله تعریفش کردم در منطقه به برکت وجود منحوس جمهوری اسلامی برای خودم؟ این کجا میره؟ شما عرض کردم سالیانه 15 میلیارد دلار مواد مخدر از افغانستان توسط کامیون‌های سپاه قاچاق که نه، منتقل میشه، ترانزیت میشه به مرزهای اروپایی و از ترکیه و از اونجا به بلغارستان و بعد به سراسر اروپا. ارزش این 15 میلیارد دلار مواد مخدر در وقتی که توزیع میشه به 60 میلیارد دلار میرسه. ما پارسال چقدر نفروختیم آقا؟ حدود 20 میلیون. 60 میلیارد دلار مواد مخدر از افغانستان میاد میره اونجا توسط این نظام. اگر شما اینو نبینی متوجه نمیشی که چرا در پارلمان های اروپا بسیاری از نمایندگان حرف یه چیزی میزنن، عمل یه چیز دیگه است. حرف میزنن که جمهوری اسلامی خیلی بده، حقوق بشر اینا سرشون نمیشه، که خیلی وحشیان، اما پای عمل که پیش میاد حاضر نیستن دست به این نظام بکنن. برای که بسیاری از اونها پولاشون رو همین اربابان مواد مخدر دادن تا بتونن بره تو مجلسشون. اینا رو اگه ما ندونیم، متوجه نشیم، کار خراب است. حرفای کلی زدن و داستان و ساده کردن و اینا مال کسایی است که میخوان من و تو رو بخوابونن، به خواب ببرن، افسانه تعریف کنم، فیری تیل برای ما بگن. اگر آقای بهشتی میاد میذاره جلو صورت ما و میگه آقا ببین با اینا روبرویا، برای اینا تر و برنامه داری؟ اصلا مجموعی داری که بره بشینه رو اینا فکر کنه یه راه حل بده؟ یا همینجور بخوای به روش چی میگفتن جعفرقلی خانی بری جلو ببینی حالا چی میشه و مثلا به مشکل خوردی پرفتال این یه چیزی بگی فعلا از این ستون به اون ستون فرجه، از تش چیزی در نمید بدون رو در بست. بنابراین اگر از حالا برای خودت گفتی که آقا من این آقا پسر خیلی پسر خوب، پدرشم پدر خوب، این اگه به رهبر بشه دیگه تمومه دیگه، بهشت
یک بهشتی واسه ما بسازه، کیف میکنیم توش. بعد که اومدی دیدی که ای این مثل که مجبور شد که سپاهی ها رو نگه دارم، یه ذره حالت گرفته میشه. ای وزارت اطلاعات که سر جاش مونده که، واقعا آدماش عوض شدن، خیلی حالت گرفته میشه. بعد میبینی که روابط اقتصادی همچین فرقی نکرد، اسما فرق کرد، همونه دیگه، خیلی ناراحت میشی، چشم به هم میزنیم که انقلاب رو دزدیدن. اما اگر الان حواست باشه که آقا یه سری اتفاقا میفته، هرگز شما به اون آرمان شهری که تو ذهن خودت درست کردی نمیرسی و یه سری مشکلات جلو پاته. مثلا یهو یه عده‌ای میگن که آقا ما اصلا خب جدا شید، ما اصلا از شما متنفریم، حالا شما بیا اینو درستش کن. میتونید چماق بکشید تو سر کله هم دیگه بزنید، یا اون موفق میشه یا شما. میخوای وارد این بشی یا واسه این یه چاره میتونی بیاندیشی، یه راهی میتونی پیدا کنی. اینا دوستان راه انقلاب، راه حالا جناب بهشتی به عنوان دعوت به داشتن یه شام دلانگیز میگن، من میگم جاده آسفالت نیستم که شما بریزی و همجور رانندگی کنی و دلی دلی، یک سنگلاخیه که تمام ستونتو میلرزونه توش افتادی. بنابراین با آگاهی وارد این بشیم. از همه مهمتر اینی که ببینیم کی قراره ما رو ببره تو اینجا، آیا خودش یه همچین توانی داره، یک تجربه عملی کاری داره، یا هنوز که هنوز امیدش اینه که آقا میدونی آقای بهشتی هم گفت دم آمریکا رو ببین کار تموم دیگه. ما هم لابی های خیلی خوبی با آمریکا داریم. دیروز پسرخاله وزیر امور خارجه به من گفت بیا توی استارباکس با هم قهوه بخوریم، من میخوام راجع به انقلاب ایران با تو حرف بزنم. بنابراین یه نمایندگی بدید من برم تمومش کنم. آقا نه عزیز، به این سادگی هم نیست، خیلی چیزا هستش. صحبت هایی میکنن آمریکایی یا امتیازهایی میخوان که شما سرت سود میکشه. اینجوری نیست، به این سادگی نیست. و بعد جمهوری اسلامی خوب بازی کرده، گفته چی؟ بفرمایید مال تو. روسیه آ قربونت برم، این مال تو. اروپا اصلا ایناش که مال توست. نمیدونم آمریکا، ای بابا تو که اصلا ارباب، با همه یه جوری بدبستون کرده. تنها چیزی که براش مهم نبوده ملت ایران و منابع ملت ایران آقا اسیر گرفتن دیگه. بنابراین این رو شکوندن به این راحتی نیست که ما دیدید دیگه، آخه ما چقدر ساده ایم، چقدر کودک صفتیم، هی راه افتادیم که آقا راه پیمایی در اروپا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی اوهام. حالا بعضی ها گفتن آقا اینا چه ساده، بدون رفت و لیست کن. یه ده گفتن اصلا این ولش کن آقا، حرف بی خود چرا میزنید، منشأ قانونی نداره در اروپا. دیدید دیگه آقای جوزف بورل قشنگ به هممون گفت که آقا این چیز وزن قانونی نداره، سپاه پاسداران رو ما تروریستی اعلام کنیم. حالا بشیم بگو بریم با اینا مذاکره کنیم. همین دیروز پیروز اون دیپلمات، مثلا دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی اسدی رو که به زندان محکوم شده بود به 10 سال زندان، بعد از 5 سال دادن دست جمهوری اسلامی، گفتن آورده. حالا اینا رو شما میبینی تازه متوجه میشی روابط بین الملل چقدر پیچیده است. روی این دوستان گرامی این یه نکته است، یکی از نکاته که من میخوام ببینم آیا ما براش طرح و برنامه داریم، اصلا آگاهی داشتیم به این موضوع که آقا ایناستا انقلاب بخوای بری جلو رژیم عوض کنی اینا هست، و اگر داریم اتاق فکرهایی داریم که روی این بشینن صحبت بکنن
موضوع رو باز بکنن، راه حل بذارن جلو ما، یا نه ما هنوز دنبال این هستیم به قول آقای بهشتی، این اونو فالو کرد و اون یکی اینو آن فالو کرد، این پدرش دوز بوده اون مادرش نمیدونم ندوز بوده، از این داستان ها مشغولیم و این فضای مجازی پر از این داستان هاست که برای ما بیاد بگه که آقا نمیدونی مثلا فلانی یک فوشی به اون داد که اصلا باور نکردی، و ما هم بگیم که عجب کار زشتی کردی، یا بگیم حقش بوده به در سوخته، بدتر از این باید گفت، یا بیان بگیم که آقا افتخار تو چقدر انتقاد میکنی بابا، یه ذرم تعریف کن، چیزی نمیشه که، تعریفم خوبه، اخلاقیه، خیلی باحاله دیگه. اگه تو این مایا هستیم دوستان، 44 سال طول کشید، اون نظر میکنم 44 سال دیگه هم طول خواهد کشید. به نام گرامی ما متاسفانه به آخر وقت امروزمون رسیدیم، من از شما خواهش میکنم ظرف 5 دقیقه صحبت های امروز رو یه جمع‌بندی بکنید و مقدمه کنید برای جلسه بعدی. دوستان گرامی، این جلسات ادامه داره، اینها همونطور که من از ابتدا گفتم یک نوع مثل ترمای دانشگاهی میمونه، توش چیزای نمیدونم خنددار و یا فلان و اینا نیست که سرگرم بشید، حالت درس، یه جوان تحصیل کرده، زحمت کشیده، نشسته، کلی مطالعه کرده، نتیجه مطالعات رو آمده ترجمه کرده و برای ما توضیح میده. دیگه شما عزیزان هستید که از این بتوانید نهایت استفاده رو بکنید. بفهمید جناب رشتی از این نکته که شما گفتید امور قدرت ها، نگاه میکنیم به گفتمانی که اپوزیسیون در پیش گرفته، مثلا میگه که جمهوری اسلامی نظام تبهکار فرقه چی هستش و خیلی بچه ها رو کشته و آدم بدیه، و بعد میری به تاریخ انقلاب ها نگاه میکنی، میبینی همون نظامی که مثلا آمریکا که دایعه دار دموکراسی و حقوق بشر، این خودش رفته نظام ها، رفته جنبش های آزادی خواهان رو سرکوب کرده، بعد متوجه میشه که دلیلش چی بوده، نظم بین الملل و دعوای قدرت ها و خراب نشدن تجارت آزاد و روند اینا بوده، همین بحثایی که الان شما کردید مثلا تجارت مواد مخدر و نفت و چی و چی و. اون ویترینه، شما وقتی به تاریخ مراجعه میکنین، خب یه دونه انقلاب که در دنیا نشده، تعداد الا ماشاءالله بوده، بعد اینا رو نشستن محققین برجسته بررسی کردن در قالب چیزی به نام دانش تجمعی انقلاب ها هستش که من دارم خدمت شما میگم، در اینجا نمیبینیم مثلا اونجا نوشته آمریکا چون فهمید فلان کشور بچهای خوبی هم منافعش رو فراموش کرد رفت به داد اینا رسید، برعکسش رو میبینیم. این اون نکته است که شما با گفتمان اپوزیسیون نگاه بکن، حقوق بشر، دموکراسی، از این چیزهایی که مدام هر روز لغلغه زبان هست، بعد لای کتابا رو با هم میکنیم خدای من اینا چیه، مثلا چجوری داره با هم بحث میشه. این یه نکته که ما باید بدونیم اینها ویترینه، وقتی منافع قدرت ها اوکی شد، بله اون ویترین رو هم تکرار میکنن، کار رو انجام میدن، ولی منافعشون اوکی نشه. ابتدای این انقلاب گاردین مقاله نوشت گفت با توجه به این نظم بین الملل و وضعیتی که هست، غربی‌ها واسه انقلاب و زندگی‌گذاری یه کار میکنن، رتوریک، رتوریک این لفاظی. من در کلاپاس گفتم، افراد گفتن عامل رژیمه، رفتیم جلو ملاحظه فرمودید چی شد، یعنی وقتی شما با هیجان و پوپولیسم بیای جلو باعث شکست‌های بزرگ میشه. این نکته. نکته دوم، حالا میخوای بری سراغ غربیا، اینو فهمیدی که آقا دنیا دنیای خشنیه، میخوایم بریم سراغ این غرب و شرق و اینا، ببینیم چجوری میتونیم این جمهوری اسلامی نکبت رو ازش گذر بکنیم، تو این نظم بین المللی جا بدیم انقلاب رو، که نظم بین الملل با ما مخالفت نکنه یا حداقل ساکت باشه، یا اگر بالاخره میتونیم ازشون یه کمکی هم بگیریم. اینجا رفتن سراغ غربیا دو سه مدل داره، یکی مدل جورج واشنگتن، یکی مدل احمد چلبیه. ای که کی بری سراغ خارجی شرطه، تو چه شرایطی بری، خلاصش اینه، باید قدرت بسیجگری میدان داشته باشی، بین لایه‌های مردم به فراخوان پاسخ بدن، بتونی جامعه رو جنبشی کنی، در اون صورته که وقت رفتی سراغ خارجی ها نیازی به وطن فروشی نداری. ولی اگه مثل احمد چلبی بودی، احمد چلبی اون فردی که اومد عراق اون فضاحت رو درست کرد دیگه، این آقا اول واشنگتن عزم میخوام موسموس میکرد، تحویلش نگرفتن، رفت جلو دیوار نطبه یه پشتک بارو زد، اگه نخوندی تاریخ رو بخونید، چون که
اسرائیل روی سیاست های خاورمیانه آمریکا اثر زیاد داره. وقتی رفت اسرائیل سوراخ دعا رو پیدا کرد، وقتی برگشت آمریکا تحویلش گرفتن. ولی اینا مدل سیاستمدار وابسته است. این جورج واشنگتن نیست که قدرت بسیج میدان داره، این ماندلا نیست که قدرت چانه زنی میدان داره. اونا احتیاج به وطن فروشی ندارن. یعنی ما نظم بین الملل گفتیم، دو تا شکل شما میتونید بهش نگاه بکنید. بگی من اگه برم مثلا با وطن فروشی و سیاست التماسی اینا رو با خودم همراه کنم خوبه؟ نه، خوب نیست. درسته که شما این رو شنیدی و متوجه شدی که قدرت های جهانی خیلی موثرن رو انقلاب، ولی روشی که با این پدیده برخورد میکنی سرنوشت رو تعیین میکنه. اون روش روشی است که ما ازش صحبت میکنیم که بود سازماندهی، تامین مالی، بسیج میدانی. چرا راجع به اونا ما صحبت کردیم؟ چون بدون داشتن اونا نظر برونم که بفهمی کار خاصی نمیشه کرد. یا باید بری وطن فروشی و التماس، یا اینکه تحویلت نمیگیرن. هی حقوق بشر و بچه های خوبی هستیم و گریه بکنیم و شمع روشن کنیم و خروجی نمیده این حرفا. تاریخ رو نگاه بکنیم. این اون نکته اساسی هستش که تو بحث شما من فقط خواستم این نکته رو روشن بکنم که دانستن اینها از توش راهکارهای مختلفی بیرون میاد. ما اون راهکار اصیل ملی گرایانه درست رو میخوایم ببریم جلو، نه راهکارهای احمد چلبی و وابستگی. ما بسیار الان مشکل داریم تو این زمینه، تو که توی اپوزیسیون بعضیشون مستقیما عامل خارجی ان، بعضشون مثلا رسانه هایی هستن که اصلا سردرشون رو بردن بالا. اینا اشکالات بزرگه که اینا رو به تدریج باید راجبش صحبت بکنیم. وقتی تئوری انقلاب ها رو میبینیم، میبینیم اینا سرنوشت تعیین کرده. آزادی خان خونشون ریخته شده، بعد به محاق رفته یا به یک دیکتاتوری بدتر گذار کرده. بله، خیلی متشکرم جناب بهشتی عزیز. من که استفاده میکنم از صحبت های شما و مطمئن هستم که بخش های زیادی به خصوص از جوان های ما تشنه این مطالب هستند، از زندگی کردن در دنیای خیالی و واهی خیلی خسته شدن و میخوان وارد دنیای واقعی بشن، از امام زمانی فکر کردن و اینکه یکی ناجی هست و میاد میره مسئله ما رو حل میکنه و من فعلا ببینم تاج و پرسپولیس چجوری دارن بازی میکنن، یواش یواش خیلی دارن میان بیرون و میان با دنیای واقعی آشنا میشن. میدونم بسیاری جوانها که جوانیشون از بین رفت الان به سن میانسالی و پیری رسیدن و هیچی از زندگی نفهمیدن. یکی از مهمترین دلایلش این هستش که یه دماغ رو خواب کردن و ای گفتن که درست میشه و دو سال دیگه پیروز میشیم و سه سال دیگه پیروز میشیم و یادتونه دیگه اون اوائل میگفتن اینا دو سال دیگه میرن اصلا دیگه. چرا؟ چون نخواستیم کار جدی واقعی بکنیم و با واقعیت ها روبرو بشیم. حالا به هر حال ما در این تلویزیون این امکانات رو تونستیم فراهم کنیم، در اختیار شما عزیزان بذاریم. بقیهش با شماست دوست عزیز، دوست عزیزی که این برنامه رو میبینی. اگر این برنامه رو مناسب دونستی، واقعی دونستی، یک کار اول که باید بکنی اینه که حتما اینو با چند نفر به مشارکت بگذاری. کار دوم این هستش که اگه میتونید گروه های مطالعاتی درست کنید، راجع به این مباحث بحث کنید، با ما وارد بحث و گفتگو بشید، نقطه نظراتتون رو بگید. اگر میخواهید که در این برنامه شرکت کنید و اظهار نظر کنید به ما بگید، بسیار هم خوشحال میشیم. در حال شما هم یه کاری باید بکنید، این که این برنامه رو ببینی و بعد زیرش بنویسی که آقای افتخاری خیلی عالی بود، آقای بهشتی اصلا زنده بود. این عزیز ما تشکر میکنیم ولی اصلا ما دنبال این نیستیم، این ما رو زیاد خوشحال نمیکنه. اگه زیرش نوشتی که آقا منم این مطالب به ذهنم رسید، نظر شما رو میخوام بدونم، یا این انتقاد سازنده رو از شما دارم، یا این نکته رو من اینجوری متوجه میشم، واقعا ما لذت میبریم، تشکر میکنیم، احساس میکنیم داره یه کاری میشه. این برنامه دوستان مثل برنامه عادی دیگری که شما یه سری بر آگاهیتون اضافه بشه نیست. این برنامه قرار هست کادرهای انقلاب امیدواریم آگاه بشن، کسانی که روحیه انقلابی دارن ولی نمیدونن از کجا باید شروع کنن. امیدوار هستیم اینا کمک بکنن، امیدوار هستیم و این به همت شما هم برمیگرده. این برنامه ها رو به مشارکت بذارید، به بحث بذارید و با ما وارد گفتگو بشید.
خبر خوبی که برای اون عده از طرفداران این برنامه دارم اینه که ما داریم تلاش میکنیم به جای هفته یک بار این رو به هفته دو بار تبدیل بکنیم. البته امکانات تلویزیون محدود هست، تعداد برنامه ها زیاده، باید جا براش تعیین بکنیم، ولی به هر حال تو این فکر هستیم. خوشبختانه آقای بهشتی گفتن که من این وقت رو میذارم، هفته دو بار هم میتونم این کار رو بکنم. سعی خواهیم کرد که اینطور بشه. اون عده از دوستانی که علاقه من هستن که این برنامه رو سریعتر ببینن و سریعتر آگاه بشن هم امیدوار هستیم بتونیم جوابگوی اونها باشیم. اگه اجازه بفرمایید، به اتفاق دوست عزیزم جناب آقای بهشتی، به همه شما تا برنامه آتی بدرود عرض می‌کنم. بدرود دوستان. اتفاق افتاد.